دیدار معاون اقتصادی رئیس با سفیر و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دفتر معاونیت اقتصادی با پخش اعلامیه میگوید که ملا عبدالغنی برادر و حسن کازمی قومی روی مسائل سیاسی اقتصادی گسترش روابط و همکاری های دو جانبه بحث و گفتگو کردند آقای برادر همچنان به سفیر ایران گفته که افغانستان در مسائل داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و نه هم اجازه می دهد که در امور داخلی افغانستان کسی دیگری مداخله کند بعد از ده ها سال جنگ در افغانستان یک نظام واحد مرکزی به میان آمده و با کشورهای منطقه به ویژه همسایه ها مناسبات سیاسی و اقتصادی گسترش یافته است افغانستان در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و نیز به کسی اجازه نمی دهد که در امور داخلی ما مداخله کند آقای برادر همچنان افزوده است که به منظور بهبود رابط نیاز است تا ایران و سایر کشورهای همسایه گامهای های اساسی بردارند و به هیچ کس فرصت آن را مساید نسازند تا به این مناسبات صدمه بزند. در این دیدار سفیر ایران نیز بر گسترش رابط و افزایش همکاری های دو جانبه نیز تاکید کرده و گفته است که ایران علاقمند است تا با افغانستان علاوه بر بخش های اقتصادی، زراعتی و صنعتی در گسترش شبکه خط آهن نیز همکاری کند. این مسائل از جای ناشی میشه که حاکمیت آخوندی ایران بر حاکمیت سرپرست گروه طالبان میگه که شما باید حاکمیت با قاعده وسی داشته باشین و یا حتی یک اصطلاح و در نخور و غیر سیاسی که حاکمیت دان همه باشند اینها را توصیه می کنند وقتی حاکمیت ها از مردم خود مشروعیت نگرفته باشند و قانونیت نداشته باشند اینها معیارهای جهانی را زیر پا می کنند و مستقیما در مسائلی که دیگر مداخله می کنند در این دیدار برخ دیگر از مقامهای های امارت اسلامی از جمله سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و اقتصاد کشور نیز حضور داشتند. در همین حال ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی در دیدار با سفیر ترکیه در کابل روی مسائل مربوط به دو کشور بحث و گفتگو کرده و دو طرف بر تقویت رابط و همکاری های دو جانبه تاکید کردند